خواستم که یک ویدیو جور کنم درباره از این که چه رقم یک کامپیوتر خوب ما خریداری کنیم. بسیار بچه‌ها زنگ و مسیج میکردن و استاد چه رقم یک کامپیوتر بخریم. به خاطر اگر مسئله کامپیوتر ساینس باشیم، اگر یک گیمر باشیم بخوایم گیم بزنیم، اگر مسئله انجینری باشیم ساختمانی که سافت‌ویرای بسیار قوی قدرتمند است که کامپیوترهای ساده او کار نمیکنه، یعنی رن نمیکنه. هر وقت خریدیم یک کامپیوتر خوب است قدرتمند بخریم، حداقل 10-15 سال ما را کار کنه و درس هم مزه میت. اگر کامپیوتر ما جام کنه و کار نکنه و گرم بیه، بعد از اون درس هم دل آدم میگیره. خواستم که امی اکسپریانس یا تجربه که من خودم دارم امی را براتون شیر کنم و خوشبختانه که خودم هم میخوایم کامپیوتر بخرم، یک ماه میشه که من یک کامپیوتر خوب سرچ میکنم که یک کامپیوتر باشه که تمام کارهای من را انجام بده. باید از کدام مشخصات باشه، تمام مشخصات، تمام دیتیل شما براتون معلومات میتم که چه رقم یک کامپیوتر باید از ما و خود خریداری کنیم. خیلی بریم طرف از این که چه رقم از کجا کامپیوتر خریداری کنیم. آمدیم در قسمت اساسش که کامپیوتر ما را با کدام مشخصات باید از ما خریداری کنیم. اولین بخش چیزی که در کامپیوتر مهمترین بخش است، پروسسور است. یعنی اگر پروسسور از یک الاده تمام اجزای کامپیوتر ما شما بتیم که در اینکه کامپیوتر چقدر قوی باشه، پروسسور چند نمره میتیم؟ 10 نمره میتیم. یعنی خیلی در پروسسور ما باید از بسیار توجه کنیم. پروسسور که زور کامپیوترتان است، قوت کامپیوترتان است. در این قسمت بچه از پروسسور ما یعنی انتل فعلا مد نظر گرفتیم. خط اولش که است، جنریشنش جنریشن 7 میتونین خریداری کنین، یعنی امو آخرین جنریشن که باید از بگیریم ما جنریشن امو 7 است. حالا خب تا جنریشن 10 و 11 آمده، جنریشن 7 بگیرین، 8 خوبی هی خوب تر است. هر قدر بالا بره 9 و 10 11 او قوی تر خوب تر سرعتش بالاتر میره. خب کورایش چند باشه؟ کورای 7 باشه. از کورای 7 شما پایین تر بچه ها نگیرین که باز امی کارهایی را که من میکنم این کارها را برتان انجام نمیدم. بچه ها در آخر من برتان نشان میدم که در کجا میتونی میره چک کنیم. خب در این قسمت چیزی که بسیار دیگه مهم است او کچ میموریش یا کش میموری او را میگن. 6 MB از 6 MB پایین نگیرین، از 6 MB هر قدر بالاتر بگیرین تا 16 MB است خوبتر است. برای ما شما راحت نشان میده اگه گیم پلی میکنیم، اگه سافتویر را بند باز برای ما نمیکنه. میم طرف پروسسورش بچه جنریشن 8 میباشه، کورای 7 میباشه. در اینی قسمت اینیش هم متوجه باشین، اونطور نه که برین پروسسورش را بگیرین کورای 7 بگیرین جنریشن 8 بگیرین باز این یک کورش کمتر باشه. باید از 4 کور شما بگیرین، 4 کور بگیرین کو تریتس یا 8 لاجیکال پروسسور میداشته باشه. 4 کور می داشته باشه، خوب متوجه باشین که 4 لاجیکال پروسسور براتون نه 4 دانه کور بگیرین که 4 دانه کور هر کدام از این دو لاجیکال پروسسور میشه که 8 تا میشه. یعنی از 8 لاجیکال پروسسور که پایین باشه با ما شما کار نمیکنه. خوب براتون متوجه باشین که براتون میگم 8 لاجیکال پروسسور، یعنی کورش 4 تا باشه و میشه 8 لاجیکال پروسسور. اگر نفر بگین باز براتون همین رقم میده. سرعتش بسیار مهم است. سرعتش از 2.8 بچا پایین نباشه که حالا شما 8 کور پروسسور بگیرین سرعتش 1.5 باشه. 2.8 سرعت بسیار خوب است. نمیگیم که بالا بالاست، یعنی متوسط است. در متوسط سرعت 2.8 گیگاهرتز پروسسور باید از سرعتش باشه. ما شما ایران فهمیدیم این مربوط چی بود؟ مربوط انتل بود. اگر ما شما پروسسور انتل انتخاب میکنیم با این مشخصات باید است بگیریم. خب حالا ما یک پروسسور دگام داریم که به نام چی است؟ به نام رایزن فعلا آمده. البته رایزن نامش است، مربوط کمپانی ام دی میشه. ام دی بچه یک خرابی شما براتون بگم که گرمه. کامپیوترهای ام دی گرمه. او که شما ای بالا را مشخصات گفتیم این مربوط انتل میشه. انتل گرم نمه، بسیار قوی است. مگم در سرعت اگر ما شما اومده نظر بگیریم امی رایزن 7 کس اگر کاتگوری 7 بگیریم، به خاطر که من چک کردم من میخوایم خودم کامپیوتر بخرم کاتتان شما رو در جریان میمونیم که میریم من کامپیوتر من میخرم، من از رایزن 7 یعنی راضی استم. سرعتش بسیار خوب است، بسیار بر من خوبتر کار کرد. خب قیمتش باز بالا میره، از کورای 7 که در رایزن 7 که باشه قیمتش بالاتر میره. البته ایجا جنریشن ما نداریم، جنریشن های از این آخرین جنریشن می 7 فعلا فکر کنم 9 آخرین
رایزن که آمده بچه ها رایزن 9 است. ما چند شب وقت از خریدارم سوان بر ما خوب کار میکنه، مگم 5 شب شما نخرین، ایواز 5 برین انتال بخرین که از سوان به با بالا رایزن خوب شما، یعنی 5 شب نخرین برین از او که در انتال بخرین. خب من در این قسمت سوان شاید بخرم یا سوان انتخاب کنم. پروسرش در این قسمت هم پروسر 2.8 مثل که در بالا ماشیم و 2.8 دیجام داشتیم، سیاسی پروسر 6 امبی میموریش هم درست است، سیم کورش چند باشه؟ 4 کور باشه و لاجیکال پروسرش 8 باشه، دگاش سیم زیاد فقط نامش در این قسمت رایزن بود، اوجه کورای چند بود؟ کورای 7 بود. ما شما آمدیم پروسر را فهمیدیم که باید چی خریداری کنیم، های بریم بعد از او دیگه چیز مهم است. گفتیم چند نمره میدادیم؟ 10 نمره. خب بریم بعد از او چی است؟ بعد از این میموری یا چی؟ یا رمه که ما شما میگیم. اگر رم نمره بدیم، رم برتان 9 نمره بچه ها میتم، از 1 الی 10 9 نمره رم برتان میتم، که رم در صورت کمپیوترتان بسیار رول مهم دار. خب اما پایین ترین رم را که شما میگیرین او چند جی بی است؟ 8 جی بی. از 8 جی بی رم پایین کار نمیکنه ما رو بر ما، هیچ وقت شما او رم انتخاب نکنین او کمپیوتر که از 8 جی بی پایین تر بود. حالا رم ما چی باشه؟ رم ما DDR4 باشه بچه ها. DDR3 ها مال فعلا رم است و رم های قدیمی از DDR4 سرعتش بسیار بالا است. 1.5 برابر DDR3 برای ما کار میکنه. حتما 8 جی بی باشه، از 8 جی بی پایین نباشه. اگر بالا باشه خوبتر از 16 جی بی و 32 جی بی، یعنی پایین ترینش 8 جی بی باشه. فعلا بهترین رم که است همون DDR4 از DDR4 میگیریم. و DDR4 سرعتش هم مهم است. حالا تو نگه یک جای DDR4 بهتر از 2 پایین باشه سرعتش نخیر. DDR4 اگه گرفتیم از 2600 مگاهرتز باید از بالا باشه، 2600 هم باشه خوب است. از 2600 به پایین بچه ها سرعت را هم نگیرین که براتون باز کار نمیکنه. یا بسیار مهم است DDR4 بگیری سرعت رمت پایین باشه، بازم مشکل براتون ایجاد میشه. خب 2600 فهمیدیم و ای اپگرید باشه باید از اترنه که شما یک وقت باشه یک مثل که ما اگر بیایم یک فایروال رن کنم 16 جی بی رم داخل کامپیوترم نیاز داره، اترنه که 8 جی بی را بالا سپورت نکنه، از او پرسان کنین که تا چند جی بی را سپورت میکنه، یعنی اون مادیولی که داره شما رم مندازین تا چقدر است؟ تا 24 جی بی یا 16 جی بی هر قدره که شما تقاضا داشتین، ببینین که از همه قدره سپورت کنه. 8 جی بی معمول هر کامپیوتر با 8 جی بی میه، تا 32 جی بی تا 16 جی بی تا 24 جی بی سپورت میکنه. از نفر پرسان کنین که تا چند جی بی سپورته بلس یا آپگرید میشه. تا 24 جی بی از ما تا 24 جی بی را برام کفایت میکنه. رم اون فهمیدیم، گفتیم از 8 جی بی شروع که 8 جی بی 100% شما پایین تر از این نگیرین که کار نمیکنه. DDR4 بگیرین سرعتش هم 2600 باشه و آپگریدبل باشه. خب یام شد از این، بریم دیگه در قسمت گرافیکش. بچه اگر مسئله کمپیوتر ساینس است، اگر یک گیم ساده پلی میکنین یا GS3 رن میکنین یا VMware رن میکنین یا 6-7 یا 10 ویندوز همزمان میخواین کار کنین کتش، یعنی کارتون با گرافیک نیست، گرافیکتان بالا نگیرین. 2 جی بی گرافیک اف پشت مای شما را بس میکنه بچه ها. دیدیکیت مقصد باشه که شما اترنه که شیر بگیرین، شیر میره 2 جی بی از رم کمپیوترتان میره، یعنی رم چند جی بی گرفتین؟ 8 جی بی. اگر گرافیکتان شیر باشه 2 جی بی اینجا رمتان میگیره که رمتان میمونه 6 جی بی. اگر دیدیکیت باشه باز یک چپ دیگه بیخی علایدگی به خاطر گرافیک کارتتان است. خب گرافیک هم که میگیرین بهترین گرافیک همو انویدیا جی فورس است، GTX او را میگن. خب GTX امو 1660 ش خوبتر است، میتونه نیره بگیره نگزی هم کده یک کم پایین تر بود گپ نیست. در این قسمت DDR6 کس آخرین گرافیک است فعلا آمده، شما از DDR5 شروع DDR5 هم بگیرین کدام گپ نیست. 2 جی بی گرافیک حتما باید از کمپیوترتان داشته باشه، یعنی همو کمترین ها هم آمده نظر گرفته. اگر کار گرافیک هم میکنین، اگر کار گرافیک هم میکنین باید حتما این 4 جی بی بچه باشه. مثلا شما فوتوشاپ کار میکنین، افتر افکت کار میکنین، کارهای دیزاینینگ انجام میتین، یا شاید شما در بخش نمیفهم بچه‌ای که در بخش انجینری ساختمانی هستن، شاید بعض سافتیرهایشان باشه بخش دیزاین بخش گرافیک باشه، باز و حتما 4 جی بی گرافیک انتخاب کنن. خب یام بود از گرافیک فقط به خاطر گیم، کسایی که گیم میزنن، کسایی که کارهای گرافیک میکنن اون مهم است که از 2 جی بی به بالا بگیرن. برای ما شما 2 جی بی هم کفایت میکنه، هم گیم ما را کار میکنم، نتورک ما را کار میکنم، کل کارهای ما را میکنم. مگم به کسایی که دیزاینینگ است یا ویدیو دیزاینینگ میکنن یا بخش گرافیکی کار میکنن حتما 4 جی بی بگیرن.
خب کولینگ داشته باشه، فن خوب داشته باشه، دو فن داشته باشه که خوبتر کامپیوتر ما رو سرد کنه. اگر کامپیوترتان سرد باشه خوبتر کار میکنه. و آخرش میریم چیزی که بسیار مهم است. در این قسمت آردسک ما از 1 الی 10 نمره بدیم، ایرا ما تا 10 نمره با برتان بچه آردسک میدم. یعنی آردسکتان حتما SSD بگیرید. SSD بگیرید. SSD هیچ وقت کامپیوترتان آردسکش نگیرین به خاطر کارهای نتورک، یعنی کارهایی که ما شما انجام میدیم یا گیم پلی میکنین. SSD تقریبا دو برابر سرعت SSD است. خب از 512 میتونین، 256 هم از 512 است، نظر به ای که چقدر دیتا شما ذخیره میکنین. حتی تا 1 TB شما هر قدر بالا میکنین ایره مشخصات هم قدر پولش بیشتر میشه. بچه این مشخصات یا ورکستیشن میداشته باشه یا گیمینگ میداشته باشه. یک جایی که میرین بگوین ورکستیشن یا گیمینگ. ورکستیشن که از کمپیوترهای بسیار دبل گرانگ است، خوب نیست که از او بگیرین به خاطر انتقال دادنش هم سخت است. خوب است که گیمینگ بگیرین، هم قواره خوب داره، هم سرعتش گیمای بسیار قوی را سپورت کرد، این کار ما شما را خوب سپورت میکنه 100%. خب بچه در این قسمت آمدیم در گوگل نشته کردیم. خب در این قسمت بچه آمدیم گیمینگ لپتاپ اندیا پرایز، به خاطر که پیش از پیش برتان باز کردم که وقت ما رو کمتر در بر بگیره. خب اینه که باز کردم به خاطر چی من اندیا انتخاب کردم، به خاطر از اینکه افغانی امرای کلار اندی 100 روپه یا 120 روپه فرق داره. ما شما مثل افغانی واری فکرش کنین قیمتایش قطع افغانی چقدر است. و کسایی که در دلار است باز میتونه که چند تو اندی بزنه، باز در خود گوگل برش میگه که چقدر قیمتش است. خب اگر در این قسمت بین در امازون ببینین که چه رقم است، تا در این قسمت مشخص کرده میتونین کدام کمپانی را خوش دارین و در این قسمت پروسرتان چین باشه، انتل باشه، رایزن باشه، در این قسمت دیگه تمام گیمینگ باشه، پرسونل باشه و بزنس باشه، چند جی بی رم، تمام مشخصاتش هم میتونین با این قیمت بگین. من به خاطر گیمینگ لپتاپ نشته کردیم در این قسمت بعضی گیمینگ ها را آورده، میبینیم که 49,000 قیمت ازی است. اینی میبینید رایزن چند است؟ رایزن 3. ما گفتم از رایزن استفاده نکنین، از رایزن از 5ش به بالا استفاده کنین. اینی میبینید که کورای است، کورای 5 است، میتونیم استفاده کنیم، خوب است. و در این قسمت گیمینگ ها است که 110,000 است، 77,000 است، 84,000 است که فکر کنین 93 مثل افغانی وار است. و در این قسمت هم میبینید که دیگه است، یکی از یار انتخاب کنین. ما چند نانه را براتون بچه ها باز کردم. یک کمپانی است که در این قسمت میبینیم، اینی کمپانی است به نام چی است؟ به نام لینوو. لینوو یکی از بهترین کمپانی ها است بچه ها. واقعا که کمپیوتر خوب است لینوو، اگر بتانین به مشخصات بیافین خوب است. این تقریبا 50,000 روپه قیمت لینوو است. ببینیم که مشخصاتش در این قسمت بر ما چی گفته. مشخصاتش در این قسمت است، میبینیم که خب بچه در این قسمت میبینیم که پروسرش چی است؟ کورای 5 است. درست است بچه، کورای 5 هم مشکل نداره، تو نه که حتما کورای 7 بگیرین، نه، کورای 5 باشه جنریشنش، اگر جنریشن 9 بود، یعنی کمپیوترهایی هستن که جدیدنی در بازار آمده، یعنی جنریشن های هر قدر جنریشنش پایین باشه یعنی کمپیوترهای سابق است. بچه در این قسمت سعی کنین یک چیز دیگه که بسیار جالب است، این اینجا چی گفته؟ 2.4 گیگاهرتز بیس اسپید، یعنی از 2.4 شروع الا چند؟ الا 4.1 گیگاهرتز مکس اسپید 4 کور، یعنی اینی 8 لاجیکل کور پروسر داره، 8 MB میبینیم که کش میموری داره. و اطور نه که شما اینی را ببینیم 2.4 بگه نه، ولی استاد گفته بود تا 6 بگیرین از او کده بالا. اینی یعنی اوتومات زمانی که شما روشن میگیرین، کمپیوترهای جدید کسی سیستم توربو داره. سیستم توربو یعنی چی؟ اگر برق نباشه در کمپیوترتان 2.4 کار میکنه. اگر ایره در برق وصل کنین 4.1 بالا میره، یعنی دو برابر تقریبا پروسر سرعتش بالا میره، یعنی بسیار خوب است. در این قیمتی که برای ما داده، باور کنین چند بود قیمت ازی؟ تقریبا 50,000. 100% من براتان میگم در این قیمت در افغانستان نخواهید یک کمپیوتر بتا، شاید بتم بازم نمیفهم. در این قسمت دیگه مشخصاتش گفتم، میموریش میگه چند؟ 8 GB. و سرعت رمش ها نگفته چقدر است. 1 TB HDD داره که اینی بسیار نقص است، به خاطر از همین قیمت شان پایین است که جه HDD داره. اگه 1 TB SSD می داشت تقریبا 10,000 روپه قیمت ازی بالاتر می رفت. خب در این قسمت می بینیم گرافیکش 1050 است، درست است، به خاطر که با 3 GB از گرافیک شام درست است. و دیگه مشخصات شام در این قسمت است، البته مشخصات دیگه پورتایش داره کار ندارم. اگه میخواستین که بیخی دیتیلش زیادتر ببینین، دینی پایین بین در این قسمت است، به خاطر که
حتی باید از رمش بله میبینین رمش DDR چند است؟ DDR 4 از دقیق قسمت گفته و سپورت تا چند هم میکنه؟ تا 16 جی بی را برای ما سپورت میکنه و پروسرش هم میرم گفته DDR 4 که بود بله درست است، یعنی میتونه یک انتخاب بسیار خوب ما ای باشه. مگر ما به خاطر که میخوایم یکی از یام که قوی تر انتخاب کنم میره اوسو میکنم بیایم دیگه شو ببینیم. این را میبینیم رایزن 9 است، این را میمانیم داخر میم یکی دیگر را انتخاب میکنم، این کمپنی که از دل LMVR. بچه ها دل هم کمپیوتر های گیمینگ بسیار زیاد تولید میکنم، مگم هم قیمت ترین کمپیوتر در بخش گیمینگ هست فعلا، یعنی قوی ترین کس و LMVR است. او قیمتش بسیار بالا است، در این قسمت میبینین 1,74,000 روپه است. به خاطر که من مو پایین ترینش اگه دیده بودم 3,000 روپه قیمتش بود، در این وقتا اونا تخفیف زیاد داده از 4,80,000 آمده 1,74,000. در این قسمت میبینین مشخصات از این 10 جنریشن کورای 7 است، درست است؟ خب بیاییم در قسمت پایین در این قسمت ببینیم پروسرش جنریشن 10 یعنی جنریشن های آخر است، کورای 7 است و در این قسمت 12 MB کش میموری داره که بسیار خوب است. بچه سرعت از این را ببینیم 5.1 GHz و 6 کور ما 12 لاجیکل پروسر میشه که تانگ است، تانگ خلاصه در تانگ بوده. در این قسمت رمش اگر ببینیم 16 GB داره که DDR4 است و سرعتش هم 2666 MHz، یعنی بسیار خوب است، 16 GB است، سرعت رمش هم بسیار سرعت رم خوب داره و در این قسمت فکر کنم که یه آردسکش باشه، آردسکش هم حدودا 512 GB، SSD ساعت من دیگه قیمتش بالاست و درباره گرافیکش، گرافیکش 6 GB گرافیک داره. بچه قیمت از این بالا است و باز هم ما مشخصات شدیدیم که مشخصات بسیار خوب داره، کسایی که توانایش داره میتونه بخره. اینی قسمت میبینیم که 90,000 روپه قیمت گیمینگ که مربوط HP میشه به نام پویلیون گیمینگ 2021 جنریشن 10 کورای 7. بریم در این قسمت پایین میبینیم جنریشن 10 کورای 7 است، 2.2 GHz بیس فرکونسی اپ تو چند؟ اپ تو 5.0. چی یک سرعت پروسری داره بچه ها. یکی را شما نبینین که 2.2 ما برتان گفتیم این توربو کار میکنه، یعنی نرمال 2.2 کار میکنه. زمانی که شما این را در برق وصل میکنین یعنی پاور باید از برق همیشه داشته باشه، در او 5 میشه، یعنی 2.5 برابر اما قدرها بالاتر میره سرعت زی. به خاطر گفتیم چی است؟ توربو کار میکنه این جدیدن کامده و یا مشت کور داره، ای 8 کور داره بچه ها. پیشتر اگه دیدیم چند کور بود؟ 6 کور بود، یعنی 8 16 کور میشه، یعنی 90,000 روپه قیمتش است. ببینیم که در این قسمت 16 GB DDR4 است و دو دانه 8 GB داره، دو دانه 8 GB که 16 میشه، یعنی آپگرید تیبل هم است تا 32 GB ره. بله ایش هم درست است و SSD هم دیگه SSD هم حتما 1512 داره، 4 GB هم گرافیک داره، درست است. قیمتش هم 90,000 پس، یعنی قیمتش هم بچه 90,000 است. اگر میخواستین که ایران بخرین کمپیوتر بسیار خوب است. دیگه کمپیوتر ما که است مربوط اسوس میشه، ما بچه گیمینگ که انتخاب میکنم میشه کمپیوتر او اسوس است و خاطر دیدیم بهترین کمپیوتر است، خوب کار میکنه، کلش هم رقم است، یک فیصد دو فیصد، یکی کرولا را خوش داره، یکی بنسا خوش داره، یکی لکسوس، این رقم است. در این قسمت میبینیم که قیمت از این هم میفهم چند است. گیمینگ لپتاپ چی گفته؟ 3,000. میبینیم چی مشخصات داره کیره گفته. خب RTX گرافیک بچه 8 GB، تنها اینمی گرافیک از این که هست تقریبا هیچ که نباشه 60,000 یا 65,000، تنها قیمت گرافیک از این 8 GB گرافیکش که داخل از این هست. RTX آخرین گرافیک است که خوب کمپیوترها نداره ی RTX هست و خاطر از امون 3,000 روپه قیمتش هست دیگه. میخی گنگس ماکت قیمت دیده. خب سرعتش که هست چه رقم سرعت است که من تا حالا هیچ ندیده بودم این رقم سرعت. خب کورای 7 از بچه جنریشنش هم فکر کنم 8 است، اما 8 کور پروسر که 16 میشه است و دیگه مشخصاتش DDR4 16 GB رم داره، سرعت رمش که است 2666 است، خوب است مشخصاتش، مگم به این قیمت دیگه نمیارزه، این قیمت نمیارزه. خب یه هم بود از این
و ایام لینوو بود که پیشتر ما شما دیدیم، لینووی بسیار خوب بود، میتونیم از ایام بخریم تا 50,000 په خوب کمپیوتر گیمینگ میشه، یعنی کل کارهای ما را انجام میده. بچه در این قسمت میبینیم که به نام زوبرا جی 14 یک کمپیوتر است که در این قسمت میبینیم که یام اسوس است، یکی از کمپیوترهایی که میر خوش دارم ای است، قیمتش هم 90,000 پس تقریبا 1,28,000 بوده که تخفیف داده 1,90,000 شده. کمپیوتر بسیار خوبه. چی خوبیایی داره کمپیوتر ما؟ باید سو کمپیوتر انتخاب کنیم که چارج هم خوب کنه، به خاطر گیمینگ چارج زیاد میخوره. من مشخصات از این بچه با دیتیلز که خواندم، تقریبا 10 ساعت 8 ساعت چارج بر ما نگاه میکنه، البته بدون گیم. اگه باز گیم بزنیم 3-3.5 ساعت باز چارج بر ما نگاه میکنه. یگانه چیزی خوب اومد چارجش برام که حدودا 3 ساعت. اگه من ویدیو سعی کنم 4 ساعت یا 300-400 همه تو بیخی ویدیو که پلی باشه فول اچ دی برم کار میکنه. خب رایزن چند است؟ رایزن 5 از دقیق قسمت هم. ایام مشخصاتش جی تی اکس گرافیک داره، 4 جی بی گرافیکش هست، 8 جی بی فعلا چی هست رمش از دقیق قسمت، 512 اس اس دی هست و دیگه مشخصاتش هست. دقیق قسمت مشخصات دیتیلشش زیادتر است. 8 کور چی داره؟ پروسر که چند میشه؟ ببخشید 6 کور پروسر داره که میشه لاجیکلش 12. تا دیگه مشخصاتش از 4 جی بی میبینیم گرافیک داره. بچه چیزی را که من انتخاب کردیم خیلی چی است؟ چیزی را که من انتخاب کردیم این کمپیوتر است. این کمپیوتر من میرم چی میکنم؟ میخرم، خریداری میکنم. خب فرقش در چی است؟ در این قسمت باش من دیتیل شد بچه براتان نشان بتم که چرا میرم میخرم، به کدام عنوان میرم میخرم. به خاطر از اون براتان میگم شما نیاز نیست که رقم مصرف بیشتر کنین و این رقم کمپیوتر بخرید. خب یام امو زوبرا 14 است. در این قسمت مشخصاتش ببینیم، یام ام دی است پروسرش. من براتان گفتم که رایزن که جدید آمده است 7 رایزن پروسرش بالا خوبتر آمده. این قسمت میبینیم که رایزن 7 است، یعنی پروسرهای آخرین پروسرها است که فعلا در بازار آمده. اسپیدش که است 4.3 چند است؟ 4.3 است. 4.3 پروس اسپیدش است. از هر کورش چند کور داره؟ 8 کور، یعنی 16 لاجیکال پروسر میشه. سه مثل یک سرور براتون کار میکنه بچه، 16 لاجیکال پروسر مثل یک سرور. نه قسمت رمش چند است؟ 16 جی بی است بچه، از من 16 جی بی برای من کم است، به خاطر یک فایروال که من رن میکنم 16 جی بی را، به خاطر که 10 دانه ویندوز یا 10 تا سرور من باید از داخل این لپتاپ رن کنم برام کار کنه. این 16 جی بی رم برام کم است، من باید از رم از ایران اضافه کنم. DDR4 رمش از برای کفایت میکنه. باید 32 جی بی را سپورت میکنه. درست است، به خاطر که اسپید از ایره بچه سعی کنن که هیچ کمپیوتره که ما تا 3 لگام سعی کردیم سرعتش قدر نبود 3200 باشه. من بخیر تعجب کردم زمانی که دیدم سرعتش، دیدم 3200 یعنی پروسر، یعنی 1 جی بی رم. مگه من 24 جی بی پرتم قاعده 48 جی بی رم کمپیوترهای ساده کار میکنه برم، یعنی سرعتش بسیار بالاست. دیگه چیزایش کار ندارم، دیگه سعی است. تقریبا 6 جی بی گرافیک هم داره، ایشان بسیار خوب است، بتریشان بسیار خوب است، لایف تایم البته ورنتی هم میده. ویندوز ده هم داره که میره ویندوز میخوایم ویندوز شما اپدیت کنم، هوم است و پروفشنل، به خاطر که پروفشنل برم که تمام کارا را میکنم. بچه ها میره از امازون نمیخرم، میره میخرم از دکان اصلیش میخرم. میبینیم که میشه کجا یک کمپیوتر دیگه خوش ما بیه، ببینیم کدام کمپیوتر خوش ما. خب بچه ها ما آمدم در خود نمایندگیش، البته در چند دیگر اند هستم، حدودا از پنچون تا حال 2 ساعت راه کردیم، سر و وزم هم یکم خوب نیست ببخشین. همون کمپیوتر را که ما خوش کردیم که شما یک جای از داخل وبسایت آمازون، یعنی از این که در بالا دیگه نیست، تقریبا 30-40 دانه دکان اینجا پالیدم نیافتم، یعنی از این که در کمپیوتر بالا نیافتم. یک کمپیوتر دیگه هم خوشم آمد، در این قسمت 2 سکرین داشت، پروسر رم از این بالا، رمش 32 جی بی بود، پروسرش مرا خوشم نامد، پایین تر بود به خاطر بسیار نازک بود، باز نخواستم میره بگیرم. امو کمپیوتر که انتخاب کرده بودم به خاطر که تقریبا من یک ماه پالیدم امی کمپیوتر را گرفتم، میریم بخیر بازش کنیم ببینیم که داخلش چی است و چی مشخصاتش. من در این تغییرات هم بچه آوردیم، بسیار تغییرات میام بایکش و لوگویش و مشخصاتش واسه یک چیز خوبتر برتان بیه. البته داخلش یک بایک بسیار مقبول و خوب داشت،
هم از خود کمپیوتر. البته یک بایی که دیگه هم ساده داشت و هم بسیار مقبول است، ای هم الیدیش است که من میتونم نام و لوگوی خود در این قسمت بانم، و یک کمپیوتر بسیار مقبول بسیار سبک. واقعا من گیمینگ ندیده بودم می رخم، یعنی یک کمپیوتر سبک و ساده و چارچ بیشتر بگیره سرعتش خوبتر باشه، یعنی بسیار خوب است. دوم دیگه کیبورد، دیگه از کیبوردش یک کیبورد راحت خوب کار میکنه که من در اسوس هیچت یک کیبورد خوب تا حال کار نکرده بودم که واقعا این رقم یک کیبورد خوب داشته باشه و خوبتر کار کنه. لایتش البته لایت شفرنگ نیست، RGB نیست، فقط لایت سفید داره. گفتم او کیبوردش خو هیچ چیز گفتنی ندارم، واقعا که مقبول است، واقعا که یک چیز ساده است، سبک است، راحت میتونی انتقال بدی. من بچه ها کمپیوترهای گیمینگ بسیار زیاد دارم، مگر یک خوبی دیگه از ایکی است که اگر ما ایره در زمین بانیم خودش اوتومات بلند میشه و خاطره که گرم نبیه. سر از وام که دفن داره در این قسمتی ما کمش میگیره که پشت سر پیشوری نره و درست بشه. یک چیز دیگه بسیار خوبه که داره سپیکرهای بسیار خوب داره، یعنی یک ساوند عالی برتان میتکه باور نکن. و ما از این قسمت میتونیم اجست کنیم لوگوی خود بانیم، نام خود بانیم، یک مشخصات، هر آن چیزی که بخواین شما در پشت کمپیوترتان میتونین مثل از ایواره پرینت کنین بانیم، کسایی که در پیشوریتان هستن راحت بتانن و چی کنن ببینن. مقصد یک رنگ داره که رنگ سفید است و گفتم بخش ساوند شخویش نگوین که چی یک ساوند مقبول داره. من سپیکرهای بیت ساوند دیگه کمپیوترم بود مگم یه رقم نبود. گیم خواه تمام گیما رو من دیش یک اجست کردم به خاطر که گفتم باش ببینم که در گیم چطور است. در گیم دیگه هیچ کدام گپ نداشت. و در قسمت یک چیز خوبی از ایره که من دیدم در قسمت فنش است که ما خودم رو میتانیم اوتوماتی رو اجست کنیم، یعنی سرعت فنش چقدر باشه. خب بچه امور یکم که ما برتان قول داده بودم، گفتم در آخر برتان مکمل دیتیلز نشان میتم ببینم که در این قسمت کلیک میکنم تکست منیجر. خب چیزی که بسیار مهم است در بخش پرفرنس میم در این قسمت CPU. خب چیزی که بچه شما همیشه او را باید از چک کنین و ببینین این قسمت است، ببینیم که بیس اسپیدش 2000 چند است، 2900 است یا 2.90 است. در این قسمت ببینین که کور چند کور داره، 8 کور داره و لاجیکال پروسرش چند میشه، 16 میشه. این قسمت دیدین چقدر کچ میموریش است. کچ میموریش 8 امبی است که برای من 8 امبی کفایت میکنه کار میکنه. در این قسمت سرعتش هم میبینین که حتی اگر من چارچه رو برش پرتم سرعت از این خو نرمالش است. اگر در برق پرتم یه تا از 5 جام بالاتر میره، یعنی سرعت اصلیش کسی اینی بدون برق، یعنی در برق نباشه سرعتش قدر است. اگر در برق پرت میبینیم که از 3 امی بالاتر میره. و خاطر که ما بچه فعلا بالا از این چیز را رن نکردیم، یعنی ای چیز که رن نکردیم و مقدر است، سعی کنین ما چی را رن کردیم در این قسمت. اگر به این خو کمیتشی های مثل چند دانه ویندوز باشه، در این قسمت میبینین که کلی لینکس یک دانه کلی لینکس است، یا ویب سرور هم است که فعلا ما استفاده میکنم، یا ویندوز 10 است، یا هم سرور 2016 است که استفاده میکنم کلی لینکس است، ویندوز 10 است. بچه ها میبینین که نرمال 11 است کار میکنه، ساده است، هیچ کدام فشار بالش نمه. شکرین هر کدام شما باز میکنم، هیچ کدام گپ نداره، راحت باز میشه. ایرا مگه ما باز کنم، هیچ کدام نه بند میشه و نه مشکل ایجاد میکنه، هیچ کدام چیز نمیشه. به خاطر چی که اگه ما بیایم سر از این 15 الی 16 دانه ویندوز رن کنم بالا از این کدام فشار نمیاره، به خاطر که پیش از این بسیار راحت است قدر کار انجام دادن. حالا در این قسمت ببینیم میتا اسپلایت است، ای وی ای است، جینیس 3 است، میتا اسپلایت است، ویندوز 10 است، سرور 2016 ماست، کلی لینکس ما از در این قسمت ویندوز 11 هم زمان کلش کار میکنه. ببینیم که هیچ کدام مشکل در این قسمت برای ما مشکل نداره، تمامش ببینیم که کار میکنه. صحیح است، هیچ کدام مشکل نداره، ببینیم که کار میکنه. این همه قدره که مران کردیم، ببینین بچه چقدر فشار میده. دیدین که بچه گفتیم این بالاتر میره تا تاش 5 از 5 هم بالا ما دیده میشه. این بسیار مهم است، مگر 20 دانه ویندوز هم زمان دیفال کنم برای من
هیچ کدام فشار بالای کمپیوتر من نمیاد. دوم چیزی که مهم است رمش است. رم ما شما میبینیم 24 جیبی رم من انتخاب کردم، 16 جیبی بود. البته بچه ها 16 جیبی من رم اضافه کردم، 8 جیبی شا گرفتم کت خود، تقریبا $200 واره تنها 16 جیبی رمش، به خاطر که آخرین سرعت رم است 3200 مگاهرتز و دو دانه سلات داشت. در این قسمت ها میام دیتیل سازی است که رمه بسیار کم، 24 دانه ویندوز اگر من روشن کنم که 24 جی بی میشه. دیگه چیزاش که مهم نیست آردست، دو چیزش که مهم بود تو چیزها رو من برتان نشان دادم که شما میتونین از این قسمت اردوش هم سرعتش رو ببینین، هم یوسجش رو ببینین. میبینین که 9% 7% سی پی یوی من امی 7 دانه 8 دانه ویندوز ها که رن است چند فیصد است؟ در قسمت میبینین بچه 15% 15% فشار است، 19% سر رم هم فشار است، سر آردست که سزدی 3% فشار است. و خاطر از این، یعنی اگر من 3 برابر از این رن کنم راحت برم کار میکنه، هیچ کدام گپ بالای کمپیوترم کدام فشار نمیاد. خوبی دیگه که داره در این قسمت ما شما میتونیم میره اجست کنیم چیزی را که خود ما میخواییم، امور رقم میره آماده کنیم که پیشتر من براتان گفتم. این هنوزم من در توربو نمادیم، اگر در توربو در این قسمت بانم بچه سرصدایش بیشتر میشه و سرعتش بسیار دگام بالاتر میره، آنقدر سرعتش بالا میره که آخرین سرعت است بای دیفالت در توربو میباشه. مگر من ایره چی انتخاب کردیم؟ ویندوز انتخاب کردیم به خاطر که ریکارد میکنم، نمیخواییم که صدایش در ریکارد بیشتر بیان. یعنی میتونین خودتان رجست کنین و دلتان کمپیوترهای جدید که اصوره جور کنین. For securing your network, join ACDI Afghanistan Cyber Defense Intelligence.